ادامه بخش چهره های ماندگار. ابو عبدالله رودکی. ابو عبدالله رودکی قافله سالار ادبیات تاجیک و فارس. وزیر دانشمند امیر سامانی ابو عبدالله محمد جیهانی که خود یکی از جغرافی شناسان مشهور آن زمان بود، دانشمندان و عالمان مشهور زمان را جمع آورد و برای فعالیت پربار آنها شرایط مساعد فراهم نمود. در این زمان ابو علی سینا علم فلسفه ارسطو را زنده کرد و دانشنامه نوی طب جهانی را بنیاد گذاشت. وزیران بزرگ سامانی ابوالفضل بلعمی و پسر او محمد بلعمی برای مستحکم کردن موقع زبان تاجیکی خدمت‌های شایسته تاریخی کردند. با همت و تشبث بلعمی ثانی ترجمه و تفسیر اولین قرآن مجید به زبان مادری ما با وجود آمد. دانشمندان تاجیک در محیط سازگاری که مهیا شده بود با آموزش عمیق علم و دانش خلق‌های گوناگون عالم بخصوص یونان و ریم باستان، هند و چین قدیم پرداخته، مهمترین آثار آنها را به زبان‌های عربی و تاجیکی ترجمه کردند که این همچنین باعث باقی ماندن آنها گشته است. خدمت بزرگ سامانیان در آن بود که آنها در برابر تأمین نمودن حیات آسوده کشور بر رشد علم و فرهنگ توجه خاصه ظاهر میکردند. بنیاد بیگزند ادبیات نوی تاجیک و فارس محض در همان دوره عصرهای 9-10 به دوش شاعری افتاد که با نام و تخلص ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی از دهه دوردست پنجرود واقع در بالاب زرافشان ظهور نمود. میگویند که رودکی هنوز در آوان نورسی قرآن را از بر نموده با آموزش دیگر علمهای معمول زمانش آغاز کرده بود. معلوم می شود که علم و دانش در آن عصر نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در مضافات کوهستان تاجیک نیز وجود داشته است. اشعار شاعرانی که تا زمان او سروده شده بودند و سرود و ترانه های محلی دهات و شهرک های کوهستان ذوق شاعرانه رودکی جوان را شاداب می گردانیدند. روحی و تنپرستانه دیوشتیچ که در قلعه های دستنارس کوهستان پناه یافته با مقابل اجنبیان دلاورانه مبارزه برده بود، در سیرت و تینت رودکی آزادمنشی و آزادپرستی را پرورش داده بود. سپس رودکی نورس چنان که در قطعه شعر گفته است، سوار و جوان و توانگر و نیکندش با هزاران امید و آرزو راه شهرهای بزرگ را پیش میگیرد و با آموزش علم و ادب میپردازد. سالهای تحصیل و علم آموزی رودکی با شعر خود در بین مردم شعر دوست و شعر پرور دیار خود به تدریج شهرت و آوازه پیدا میکرد. در نیمه اول عصر ده اسماعیل سامانی بزرگترین چهره خاندان آل سامان حکمران مستقل قلمرو بزرگ ماوراءالنهر گردید. اما در سالهای اول حکمرانی او و پسرش احمد تأمین کردن رشد همه طرفه دولت آل سامان هنوز امکان نداشت. سال 914 تخت امارت به نصر ابن احمد 14 ساله رسید. اما حکمران واقعی دولت ابو عبدالله جیهانی دانشمند بزرگ و سیاستمدار توانا بود. جیهانی ساختار دولت را به نظام و ترتیب آورد و دانشمندان و شاعران نامدار را از سراسر کشور گرد نمود. محققان رودکی شناس بر آنند که رودکی نیز در همان دوره یعنی سالهای اول وزارت جیهانی به دربار آمده است. 30 سال دوره حکمرانی امیر سامانی نصر ابن احمد زمان شکوفایی و کمالات دولت سامانیان بود. همین 30 سال دوره پرمحصول و پربار دوره کمالات ایجادی رودکی نیز به شمار می رود. زیرا زمان آسایشته و رشد اقتصادی و سیاسی دولت سامانیان به رودکی الهام و نیروی ایجادی می بخشید. در آن روزگار در شهر و دهات قلمرو دولت سامانیان پیش از همه ترانه و سرودهای شادیانه و عاشقانه رودکی ورید زبانها بودند. این شعرها که با زبان ساده و روان و تصویر احساس پاک و نجیب انسانی از قلب شاعر بیرون می شدند، به دل مردم جای می گرفتند.